60 سال قبل وقتی دیپلمات‌های انگلیس و آمریکا برای مذاکرات نفت به ایران می‌آمدند، دیدن فیلم آلیس در سرزمین عجایب را به هم توصیه می‌کردند. برای خارجی‌ها دیدن آلیس در سرزمین عجایب بهترین راه شناخت ایران و دولتمردانش بود. اما این مرد بیشتر از همه دولتمردان آن روزگار برای غربی‌ها معما بود. محمد مصدق چگونه مشهورترین چهره ایران در زمان خود شد؟ چه تصمیماتی گرفت؟ و سرنوشت او چه شد؟ پایان خونبارترین جنگ دنیا اعلام می شود. مهمانان ناخوانده جنگ جهانی دوم باید ایران را ترک می کردند. اما هنوز ثروت زیادی در ایران هست که باید تکلیفش روشن شود. حقوق انحصاری کشف، استخراج و صادرات نفت ایران در اختیار انگلیس است. و منابع نفتی ایران توسط آنها به غارت می رود. ثروت زیرزمینی خداداد ایران رو شرکت نفت انگلیس داشت به یغما می‌برد، غارت می‌کرد و برای هر بشکه نفت یه مقدار اندکی به ایران پرداخت می‌کرد. حقوق کارکنان ایرانی شرکت نفت از هزینه نگهداری سگ‌های شرکت کمتر است و ایرانیان خود را مردمی تحقیر شده می‌دانند. رفته رفته اعتصاب و اعتراض مردم شروع می شود. گویا سالها ظلم و تفاوت ملت را بیدار کرده است. نمایندگان مردم در مجلس قانونی تصویب می کنند که دولت را مجبور به گرفتن حقوق ایران از بیگانگان می کند. اما قبل از انجام هر اقدامی از سوی دولت، انگلیس ایران را دعوت به مذاکره می کند تا همچنان سلطه خود را بر نفت جنوب حفظ کند. داوود هرمیدس باوند، دانشجوی حقوق بین الملل آن سالها، از جزئیات این مذاکرات میگوید. مذاکرات ایران و انگلیس شرکت نفت جریان پیدا کرد. طرف ایرانی معتقد بود و با توجه به این الگو جدیدی که اومده، بنابراین میباید تجدید نظر بشه، ولی شرکت نفت حاضر نشد. نهایتاً در قرارداد گس و گلشایان، چون به موجب عهدنامه 1933
برای هر تن نفت 4 شیلینگ در نظر گرفته شد. تنها انگلیس ها موافقت کرد شرکت نفت 2 شیلینگ اضافه بشه برای هر تن. ولی قرارداد امضا شد، میباید به تصویب مجلس برسه. اما نمایندگان مجلس به شدت با اقدام دولت مخالف هستند و به امضای قراردادی که 33 سال دیگر نفت ایران را به انگلیسی ها میدهد اعتراض میکنند. اواخر دوره 15 بود. چند روزی بیشتر نمونده بود که دوره مجلس تموم بشه. آقای حسین مکی سخنرانی طول و درازی کرد علیه قرارداد گسقلشاهیان و آقای دکتر بقایی نا از حزب دموکرات وکیل بودند. سخنرانی کردند. دوره مجلس تمام شد. دوره مجلس تمام شد، قرارداد افتاد به دوره 16. شاه که مایل به مقابله با انگلیس نیست، به وسیله عبدالحسین حجیر وزیر دربار در انتخابات دوره 16 دخالت می کند. همین موضوع باعث می شود تا تحسن به رهبری دکتر مصدق شکل بگیرد. محمد مهدی عبدخدایی، نوجوان دستفروشان روزگار و عضو فدایان اسلام، جزئیات تحسن را توضیح می داد. شاه عبدالحسین حجیر فرستاد به متحسنین صحبت کنه. وقتی عبدالحسین حجیر میاد جلوه مرحوم دکتر مصدق، آقای دکتر مصدق میگه عبدالحسین خان، وجدانن این انتخابات آزاده. سید حسین امامی که زیر بغل آقای دکتر مصدق گرفته بود برمیگرده به حجیر میگه تو اجیری، تو حجیر نیستی. از دل این تحسن جبهه ملی زاده می شود و به مرور با حمایت گسترده افکار عمومی، نشریات، روزنامه ها، اصناف و بازار و البته فدایان اسلام قدرت پیدا می کند. فدایان اسلام گروهی مذهبی و مؤثر هستند که ملی شدن نفت را اولین قدم برای استقلال ایران می دانند. جبهه ملی انتخابات محکوم کرد. فدایان اسلام اعلام کردند ما عکس‌العمل نشان خواهیم داد. فدایان اسلام که تنها راه چاره را برای انتخابات آزاد برکناری حجیر می‌دانند، بعد از هشدارهای فراوان او را با شلیک گلوله از سر راه برمی‌دارند. انتخابات تهران دوباره برگزار می‌شود. مجلس 16 حالا یک مبارزه بسیار انتخاباتی بسیار گسترده شد و در نتیجه دکتر مصدق و همکارانش عده قابل توجهی به مجلس 16 راه پیدا کردن. در مجلس 16 استیفای حقوق ملت ایران از شرکت نفت به کمیسیون نفت واگذار شد که دکتر مصدق مسئولش بود. شاه که نمیخواد حمایت انگلیس و آمریکا را از دست بدهد، برای جلوگیری از ملی شدن نفت به یک نظامی برجسته برای نخست وزیری روی می‌آورد. سپه بود از ما را میاد از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد. مرحوم دکتر مصدق در مجلس میگه که تیمسار، اینجا مجلس است، پادگان نیست. از ما را با جسارت تمام جمله‌ای را در مجلس مطرح می‌کند که به شدت باعث عصبانیت ملی‌گرایان و مذهبیون می‌شود. رزمارا در مجلس در مخالفت با ملی شدن نفت یه جمله خیلی معروفی داره، گفت ماهای لوله هنگ که ببینید چیه، که یعنی آفتابه، ما آفتابه نمیتونیم بسازیم، چجوری می‌خوایم نفت رو اداره کنیم؟ نخست وزیر مملکت مردمی رو تحقیر میکنه که نمیتوانن یک آفتابه بسازن. رزمارا نیز به سرنوشت حجیر دچار میشود. با قتل رزمارا موانع برداشته می شود و در عرض 1 هفته با پیشنهاد دکتر مصدق و اکثریت آرا در مجلس، نفت ایران در سراسر کشور ملی اعلام می شود. تصویب این قانون موجی از شادی را در مردم ایجاد می کند. شاه که نگران از جبهه ملی قدرت بیشتری بگیرد، حسین علا را که سیاستمداری علاقمند به انگلیس است برای نخست وزیری معرفی کرد. در مقابل نواب صفوی رهبر فدایان اسلام با صدور اعلامیه‌ای به علا هشدار می‌دهد
استفاده. متن اعلامیه در روزنامه عین خط نواشی چاپ شده. گوال عزیز حسین علا، زمامداری یک ملت مسلمان در خور لیاقت تو نیست، فوراً بر کناری خود را اعلام کن. علا هم که نمیخواهد به سرنوشت هجیر و رزمارا دچار شود، استفاده. این مردم خواهان نخست وزیری هستند که سرمایه کشور را به صاحب اصلیش برگردانند. اما چه کسی شایسته تشکیل چنین دولت است؟ نخست وزیر جدید باید در اولین فرصت انتخاب شود. فضای مجلس پر هیجان است. میدان بهارستان لبریز از مردمی است که منتظرند ببینند بحران به نفع کدام طرف تمام می شود. در شرایط جدید هر کسی نمی تواند مسئولیت دولت را بر عهده بگیرد، چرا که این مردم دیگر به راحتی از حق خود نمی گذارند. اما دربار این شخص را مأمور می کند تا نقشه جدید پیاده کند. جمال امامی خواست در واقع یک نعل وارونه بزنه، پیشنهاد کرد که خود مصدق بیاد نخست وزیر بشه. تصور عمومی این بود که مصدق یه آدم منفی بافیه، نگفتن رو خوب بلده، مبارزه رو خوب بلده، ولی حرکت ایجابی رو نمیتونه. بنابراین اگه بگیم مصدق خودش بیاد یا نمیپذیره، اون وقت آلترناتیو سجادالدین طباطبایی بود، یا اگر چنانچه بپذیره توش میمونه. با تمام ناباوری هایی که جمال وامی و عواملش پیدا کرده بودن و تصورش این بود که کسی پیدا نشه و بتوانند باز در این کار کارشکنی بکنن، دکتر مصدق قبول نخست وزیری ریاست که براشون ایجاد بهت و هیجان بسیار زیادی کرد و همه متعجب شده بودند که جمال امامی پیشنهاد دهنده و مصدق مورد تایید قرار گرفت. محمد مصدق، ملقب مصدق السلطنه، فرزندی از خانواده قاجار است. مردی عیان و مشروطه خواه که در سوئیس درست خواهد، مدتی وزیر خارجه بوده و اکنون رهبر جبهه ملی ایران است. پیرمرد 70 ساله اهل احمدآباد برنامه خود را اعلام می کند و با شروطی نخست وزیری ایران را می‌پذیرد. برنامه دولت این جانب روی دو اصل مهم بنا شده بود، یکی مسئله نفت، دیگری موضوع انتخابات. گو بیه شرط که قانون ملی شدن صنعت نفت تصویب شده، اما قانون اجرای ملی شدن صنعت نفت باید به تصویب مجلس برسه. بنابراین اولین کاری که دکتر مصدق کرد این بود که قانون اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت رو نوشتن. یعنی یه شرکت نفت ملی میشه، یه هیئت مدیره انتخاب میشه، همه اینا بابت عرض کنم که ملی شدنم بر طبق مقررات بین المللی ایران آمادی داری که به شرکت نفت غرامت هم بپردازه. مصدق پس از تصویب قانون اجرای ملی شدن صنعت نفت، در همان روز اول نخست وزیریش بیانیه صادر می کند. بیانیه ای که احساسات برآمد از ملی شدن صنعت نفت در آن موج می زند. اینک که به خواست خداوند متعال و به همت نمایندگان مجلسین، بزرگترین منابع ثروت ملی به ملت بازگشته، همگی یقین داریم که اگر درست از اون ثروت سرشار استفاده شود، ملت ما خواهد توانست در آسیه با نهایت رفا و آسایش به سر برد. به دولتی که جز خدمت به اونها هیچ گونه منظور و مقصودی ندارد، مجال خواهند داد به وظیفه خطیر ملی خود که تقویت استقلال سیاسی و تأمین استقلال اقتصادی کشور است، عمل نمونده با آسایش امور طبقات مملکت را انشاءالله فراهم کند. مصدق به خوبی می‌داند برای رسیدن به آرمان‌ها با مشکلاتی فراوان و البته مخالفانی دشمن است. مخالفانی که معتقدند مصدق پیرمردی تهدیدگر و عوام‌فریب
و شبیه به شخصیت های داستان آلیس در سرزمین عجایب است. انگلیس و آمریکا خطر ملی شدن نفت ایران را به یکدیگر گوشزد می کنند و نگران الگو شدن این حرکت ایران برای دیگر کشورهای جهان سوم است. بازیل جکسون از مدیران شرکت نفت انگلیس برای منصرف کردن مصدق از ملی کردن صنعت نفت راهی ایران می شود. Jackson, who led the delegation to her premier, explains. 95% of the oil is exported and sold abroad. I do not know of any country which has attempted to nationalize an export business of 95% of the product. Persians think that by nationalizing oil, they are going to get rich. Unfortunately, the reverse will be the case. گزینه‌های پیشنهادی جکسون که ملی شدن نفت ایران را به رسمیت نمی‌شناسد خیلی زود رد می‌شود. با شکست مذاکرات مصدق دستور اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت را صادر می‌کند. مجلس شورای ملی 5 نماینده و مجلس سنا هم 6 نماینده را معرفی می‌کنند تا با مدیریت مهندس مهدی بازرگان اداره پالایشگاه نفت را به عهده بگیرند. سی 30,000 نفر در خرمشهر جمع شدند و مکی که سخنرانی کار بلده است برای آنها نطقی پیروزمندانه سر می دهد. ابراهیم یزدی دانشجو فعال آن سالها از نحوه ملی شدن نفت می گوید. وقتی که مرحوم مهندس بازرگان با مکی میرن به جنوب میگه مکی گفت به من آقای مهندس من این دریک مدیر عامل انگلیسی شرکت نفت در آبادان بود. میگفتش که حسین مکی اومد به من گفت آقای مهندس ما میریم توی راه رو من آقای دریک رو که مدیر عامل انگلیسی شرکت نفت انگلیس هست صداش میکنم میگم آقای دریک بیا اینجا بیرون ما میخواییم باید صحبت بکنیم. به من اینکه اون از اتاق آمد بیرون آقای مهندس شما برو رو میزش بشین همین کارم میشه. آقای دریک میونه مهندس بازرگان پشت میره تا دریک میره جلو مهندس بازرگان دست میده میگه من مهندس بازرگان مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران. دریک جا میخوره میاد و همون میشه به سام مبنای خلی. در یک مراسم نمادین و مشاوره کشورهای تازه نصب شده نشانه های شرکت قبلی پایین پرچم خوشحالی مردم از مراسم باشکوه خلیت از انگلیس فقط 5 روز دوام دارد. صبح روز 5 وزیر خارجه انگلستان از گزینه‌های روی میز خود تهدید نظامی را می‌کند. ناوهای جنگی انگلیس در آبادان تخریب می‌کند و 4,000 چتر در اطراف خلیج فارس به حالت آماده باش در می‌کند. آنها در تدارک عملیات برای اشغال آبادان هستند. همزمان با تحرکات نظامی انگلیس به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت می‌کند. دادگاه از ایران می‌خواهد تا هنگام صدور بدن همچنان نفت خود را در اختیار انگلیس قرار دهد. خواسته‌ای که خیلی قاطی از طرف ایران رد می‌شود. در انبوه مشکلات مصدق دست به کار می‌شود و نامه‌ای به ترومن رئیس جمهور آمریکا می‌نویسد و از آمریکا درخواست دکتر مصدق برای اینکه بازن امریکایی ها رو از انگلیس ها جدا بکنه پیشنهاد کرد ما کمک بکنیم. دید مصدق این بود که هنوز با امریکا به عنوان قدرت سوم برخورد میکرد، یعنی حضور امریکا سبب تعدیل فاحش نفوذ یا تهمینات انگلستان و شوروی تلقی میکرد، با وجود که امریکا بعد از جنگ دیگه به عنوان قدرت تقریبا هژمون.
به گمان مصدق آمریکایی‌ها برای جلوگیری از نفوذ تفکرات کمونیستی در ایران از او حمایت می‌کنند و قید روابط قدیمیشان با انگلیس را خواهند زد. آمریکا قربتاً الله حمایت نمی‌کرد از منافع ملی ایران. چرا می‌خواست او هم بهره ببره؟ اما این پایان کار نیست. اقدام بعدی انگلیسی‌ها تحریم اقتصادی. ایران نمیتونست نفت بفروشه. انگلیس‌ها تحریم کرده بودن. کشتی رزماری از ایتالیا میاد از ایران نفت میخره. وقتی میره به عدن، عدن مستعمره انگلیس بود. دادگاه عدن نفت کشتی رزماری رو به نفع شرکت نفت انگلیس پرستیج پترول مصادره میکنه و اعلام کردن کمپانی‌های نفت آمریکایی به محض اینکه مدی شدن تصویب شد به هیچ وجه حاضر نیستن خریدی از نفت ایران انجام بدن چون اقدامی که انجام گرفته ظاهرا اقدامی است که غیر قانونی انجام گرفته باید حل بشه این نوعی دخالت آمریکاست در مسائل داخلی ایران یعنی شرکت‌ها هیچ کدوم نمی‌دونن خریدار نفت ایران میشن چیزی نمیگذارد که اقتصاد نفتی ایران فلج بشود. رکود بازار و بحران در صنایع و کشاورزی. کسری روزافزون بودجه، تورم و افزایش قیمت‌ها و بلوکه شدن دارایی‌های ایران در خارج نیز بر دوش دولت سنگین می‌کند. اما دولت ملی چگونه با تحریم‌ها مقابله می‌کند؟ دور سال دکتر مصدق شده نخست وزیر اما مشکلات مالی هست. یک صفحه تازه در اقتصاد ایران باز میشه که همون 28 ماهه اقتصاد بدون نفت. سید حسین موسویان که بعدها عضو تاثیرگذار جبهه ملی میشود آن روزها را خوب به خاطر دارد. یه اوراق چاپ کرد به نام قرضه ملی و مردم استقبال کردن از خرید این قرضه ملی. چه بچه های دبستانی که گلکاشون رو شکستن پول خورداش رو در آوردن و رفتن قرضه ملی خریدن و یکی از اون بچه های اون روز خود من هستم. بازاریان ما در واقع این قرض الحسنه رو به صورت هبه به دولت ملی و ملت ایران و نهضت ملیان ادامه میکردن دنبال سود نبودن. ما بدون نفت اقتصادمون رو گرداندیم. علاوه بر این در طی 28 ماه حکومت دکتر مصدق صادرات ما بر وارداتمون چربیده. صادرات غیر نفتی ما. اولا ملت دولت یکی شده بود. از دولت توقعات بی جا نداشتن مردم. دولت هم با ملت یکی شده بود. و بعدم قرضه ملی رو مردم استقبال کردن خریدش رو. نگذاشتن که دولت در فقر و فلان و فلاکت باقی بمونه. طرفداری مردم خیلی مسائل رو حل کرد. هر کاری که آقای دکتر مصدق در اقتصاد داخلی میکرد مورد حمایت هم فدایانستان بود هم آیت الله کاشانی. کسی به اقتصاد ملی دکتر مصدق اعتراضی نداره. به سیاست خارجی آقای دکتر مصدق اعتراض داره. رئیس جمهور آمریکا به نامه نخست وزیر ایران پاسخ پس فرستادن نماینده ویژه‌اش به ایران خبر می‌دهد. دکتر مصدق هم در پاسخ از آمدن این نماینده اظهار خوشحالی می‌کند. هریمن نماینده ویژه آمریکا با همراهان خود وارد تهران می‌شود. Mr. Harriman, who was welcomed by the American ambassador, is used to these special missions, many of which he carried out for President Roosevelt. ورود هریمن با سالگرد اعتصاب حزب توده همزمان شده است. این راهپیمایی‌ها با ورود مأمورین دولتی به آشوب کشیده می‌شود و 16 نفر جان خود را از دست می‌دهند. مصدق فضل‌الله زاهدی وزیر کشور را مسئول این خونریزی‌ها می‌داند و او را برکنار می‌کند. با اینکه این تجمع ارتباطی به ورود هریمن ندارد اما روزنامه‌های آمریکایی و انگلیسی آن را برنامه‌ای برای جلوگیری از توافق می‌دانند. آمریکایی‌ها موضع اولشون حمایت از مدی شدن نفت بود. مرحله دوم نقش میانجیگری
یعنی آبرل هریمن رو فرستادن به عنوان میانجیگر. هریمن میخواهد به مصدق بقبولاند ملی کردن نفت به همین راحتی نیست و به دانش و تخصص صادرات نیاز دارد. بنابراین ایران نباید بر کنترل نفت تاکید کند و بهتر است با انگلیسی ها که باید. مصدق که روی تخت فلزیش دراز کشیده است با قهقه به هریمن میگوید شما نمیدانید انگلیسی ها چقدر موزی هستند، نمیدانید چه شیاطینی هستند و هرچه دست میزنند آن را آلوده و کثیف میکنند. هریمن که از رفتار مصدق ناامید شده به دیدار شاه میرود تا شاید راه حلی پیدا کند. شاه هم به هریمن میگوید اگر نتواند با مصدق توافق کند کار بیخ پیدا میکند و تا زمانی که مردم از مصدق حمایت میکنند او تنها گزینه است. هریمن که نتوانسته از مصدق را قانع کند با مهمترین حامی او یعنی آیت الله باشانی ملاقات و تلاش میکند تا غیر مستقیم بر تصمیم مصدق تاثیر بگذارد. اما کاشانی خوب میداند که هدف آمریکا از این میانجیگری چیست و به هریمن میگوید ملت ایران با آمریکا باید بپیوندد. کاشانی ملی کردن نفت را وظیفه شرعی میداند و با تسلط بیگانه به شدت مبارزه میکند. اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده و در تمام امور و شؤون اجتماعی و سیاسی ما مداخلات ناروا کرده، چون دوران ستمکاری و غارتگری خود را خاتمه یافته می‌بینند، علیه ما در دنیا تبلیغات می‌کنند و از همه مضحک‌تر ملت مسلمان ما را که سرمشق شهامت و شجاعت و از خود گذشتگی است به حرف‌های پوچ تهدید می‌نمایند. اینا که اومدن برای مذاکره موفق نشدن، چون انگلیس‌ها حاضر نشدن اصل ملی شدن نفت، یعنی حق ایران را در ملی کردن صنایع خودش بپذیرند. دو، حاضر نشدن مطالبات ایرانم جزء مذاکره قرار بدن. ایران میگه بله ما غرامت بابت ملی شدن میپذیریم، برای اینکه ملی شدن همراه با پذیرش غرامته، ولی شما باید بابت اون بدهیایی که به ما دارید نپرداختید اونا رو هم بیاید تسویه بکنید که انگلیس‌ها نمیپذیرفتن. مأموریت هریمن در ایران 40 روز و بعد از کشف پوست فراوان بالاخره مصدق راضی می شود به شرط پذیرش ملی شدن نفت ایران با انگلیس مذاکره کند. ایشون بین تهران و لندن یک دیپلماسی رو در پیش گرفت و نهایتاً قبولون به دولت انگلیس که اصل ملی شدن صنعت نفت رو بپذیرن و انگلیس به موجب اعلامیه اصل ملی شدن صنعت نفت رو پذیرفت و به دنبال اون هیئتی رو برای مذاکرات جدید، هیئت جکسون، به ایران فرستاد. با راضی شدن مصدق به مذاکره امیدهای آمریکا و انگلیس برای رسیدن به توافق بیشتر میشه. پیشنهاد جکسون در حقیقت مورد پذیرش ایران قرار نگرفت. در مجلس تو که مثلا دلایل رو سر کرد. گروه دوم اومد، گروه استوکس بود، وزیر مختار سلطنتی بود. انگلیس استوکس را به همراه بسته پیشنهادی محرمانش برای مذاکره بود. استوکس همراه با خودش سرهنگی از MI6 و به عنوان مترجم مأموریت این فرد در اولین جلسه با مصدق لغو می‌رود و میان طرف‌های مذاکره کننده کدورت ایجاد می‌شود. به نظر می رسد جمع‌بندی آمریکا و انگلیس پذیرفتن ظاهری ملی شدن صنعت تا بتوانند همچنان بر نفت ایران حفظ کنند. Back to report the failure of his efforts to solve the oil crisis comes Mr. Richard Stokes. He offered Mossadegh the whole organization in Persia. The offer was refused because we insist on a British general manager without whom the British staff would not work under Persian control. دستاورد استوکس از ملاقات و مذاکره با مصدق تفاوتی با هریمن ندارد و او دست خالی برمیگردد. و همون پیشنهاد قبلی با تغییراتی ارائه شده بود که باز
دولت ایران مغایره با نه ماده ملی شدن تلقی کرد. ایدن میگه ما حس کردیم دکتر مصدق داره در خاطراتش داره از کارت آمریکا علیه ما استفاده کنه، ما سعی کردیم کارت از دستش بگیریم. مصدق بعد از رد پیشنهاد استوکس دستور اخراج کارمندان انگلیسی را از آبادان صادر کرد. یک هفته از انتشار اخطاریه اخراج نمی‌گذرد که همه کارکنان انگلیسی شرکت نفت از ایران خارج می‌شوند. Just a minute, I want, because I'd like to know what you think about this evacuation, the sudden evacuation. Well, I think it's rather a pity. One of the reasons is that the Persians cannot run their refinery, all their oil distribution, without British emissions at all. Quite certain about that, are you? Oh, I'm absolutely certain. On a 100% basis, it's just impossible. Do you anticipate that we should be going back soon? Well, I hope so. Yes. For the benefit of UK and the world in general. سدان مدیر عامل شرکت نفت انگلیس در ایران بود. در اون جوی که وجود داشت وقتی که خلعیت شد اینها، یه دل ریختن رفتن خانه سدان، اسناد خانه سدان رو برد. به موجب این اسناد که اون موقع به کامل منتشر شد، دولت انگلیس و شرکت نفت در جزئی ترین مسائل کشور ما دخالت میکردن. همه اسنادم بود دیگه، از تعیین نخست وزیر، وزیر، وکیل، همه رو اون تو بود. با شدت گرفتن بحران، مدیر انگلیسی شرکت نفت گزارش می‌کند تا وقتی دولت مصدق بر سر کار است، هیچ توافقی به دست نمی‌آید. سفیر آمریکا نیز به صورت محرمانه به دیدار شاه می‌رود و از او برکناری مصدق را می‌خواهد. شاه هم با برکناری مصدق موافق است، اما به دلیل همراهی مردم با مصدق فعلاً امکان عزل وجود ندارد. با قطعی شدن شکست مذاکرات، انگلیس رسماً به سازمان ملل علیه ایران شکایت می‌کند. اتهام ایران تهدید امنیت جهانی است. هیئتی از ایران به رهبری دکتر مصدق عازم نیویورک شد و سعی کرد از این کرسی شورای امنیت استفاده بهینه بکنه. ورود مصدق به نیویورک با استقبال گرم شهروندان همراه می شود. وزیر خارجه آمریکا از او استقبال می کند و می گوید: پیرمرد خمیده پشتی را دیدم که لنگ لنگان با کمک عصا روی سکوی قطار راه می رفت و جلوتر از دیگران آمد تا به من ادای احترام کند. مصدق در سازمان ملل با بیان ظلمایی که به ملت ایران شده است، انگلیس را به ایجاد بحران به وسیله تحریم و تهدید نظامی متهم کرد و میگوید بررسی پرونده نفت ایران در صلاحیت شورای امنیت و دادگاه لاهل نیست. The Security Council met last week for what turned out to be one of its most historic meetings. Mr. Mossadegh, the Prime Minister of Persia, made his long-awaited appearance. And as he walked into the council chamber, leaning for support on the arm of Mr. Trygve Lie, his appearance caused such commotion among the crowd of press photographers that the proceedings were held up for several minutes. When calm had been restored, Mr. Mossadegh addressed the council in French. Monsieur le Président, Mr. Mossadegh challenged the council's competence to deal with the oil dispute. He accused Britain of having trespassed upon Persia's right to nationalize her resources, an accusation that brought this reply from Sir Gladwin Jebb. Mr. President, it won't have escaped your attention that many of the allegations and imputations of His Excellency are manifestly inaccurate, not to say willfully distorted. در پایان شورای امنیت بعد از چند روز مذاکره قطعنامه ای صادر می کند که به نوبه خود یک پیروزی برای مصدق و ایران است. به پیشنهاد نماینده فرانسه استدلال شد. چون قضیه به دیوان ارجاع شده، بنابراین شورای امنیت این است که مسئله رو از دستور خارج بکنه تا اینکه نظر دیوان بین المللی دادگستری مشخص بشه. مصدق که از تشدید اقدامات انگلیس نگران است، بعد از اتمام کار شورای امنیت به واشنگتن می رود تا مقامات آمریکایی را برای کمک همه جانبه به ایران متقاعد کند. مصدق با رئیس جمهور ترومن دیدار می کند و از او درخواست کمک و
برای خروج از فشار تحریم و گرفتن جانب ایران در مقابل با انگلیس را دارد. سفر دکتر مصدق بیش از 40 روز طول کشید و بخش عمده از زمان رو در آمریکا با مقامات آمریکا مذاکره می‌کردند. اما دور از چشم مصدق، آمریکا و انگلیس مشغول هماهنگی با یکدیگر هستند. انگلیس تأکید می‌کند که توافق نکردن با مصدق بهتر از توافقی بد است و باید منتظر جانشین مصدق بود. نماینده آمریکایی که مسئول اعلام پایان مذاکرات بدون رسیدن به نتیجه به مصدق است، در خاطرات خود می‌گوید: همین که وارد اتاق مصدق شدم، با صدای بسیار ناامید گفت: آمده ای مرا به خانه بفرستی؟ محمد توسلی که بعدها شهردار تهران در دولت مهندس بازرگان می شود، نتیجه مذاکرات با آمریکا را توضیح می دهد. آمریکا دنبال بودن که ظاهر قانون ملی شورای صنعت را حفظ بکنند، اما منافع خودشون هم به نوعی با شرایط 55 حفظ بکنند. شرایطی فراهم کردن، پیشنهادات با دکتر مصدق تنظیم کردن، به دولت انگلیس ارجاع دادن، ولی دولت انگلیس چون به جنبندی رسیده بود که با دولت دکتر مصدق تحت هیچ شرایطی نمیتوانه به توافق برسه، تمام گزارش هایی که شپرد سفیر انگلیس در اون موقع مخابره کرده بود و امروز در اختیار ما هست نشون میده که اونها از همون گام های اول به دنبال سقوط دکتر مصدق و جایگزین کردن دولتی بودند که بتوانند منافع خودشون رو حفظ بکنند. نخست وزیر ایران که حالا شرایطش سخت‌تر هم شده است، از آمریکا می‌خواد حداقل با کمک مالی از دولتش حمایت کنه. گمانش این بود، شاید تبلیغات توده‌ها موثر بود، که در درون سرمایه‌داری اختلاف برای جذب سرمایه‌ها و جذب سرمایه برای خودششون بیشتره. لذا می گفت در درون سرمایه‌داری اختلاف زیاده، من به وسیله آمریکا در اوائل کار انگلیس ها رو بیرون میکنم. میخواست انگلیس ها رو بیرون کنه، اما به فکر این بود از قدرت آمریکا استفاده کنه. با اون موقعی که میاد در اصل چهار کمک میخواد، میگه این به همه دنیا میده، اگر حسن نیت داره خب به ما بده، چه اصراری داره، ما ببینیم در قبال این معامله چی بهش دادیم. در کلاس سیاست بده به سونها هست، ولی باید ببینن چی دادن و چی میگیرن. کارهای اصل چهار در ایران. مردم آمریکا که خواهان خوشبختی مردم ایران هستند، میخواهند با ایرانیان در راه بهبود کشت و کار و تندرستی و فرهنگشان همکاری کنند. پرزیدنت ترومن به عنوان هدیه خداحافظی و بر اساس برنامه معروف به اصل چهار، وعده وامی 23 میلیون دلاری را به مصدق می‌دهد. اما این صرفاً یک وعده است و هرگز پولی وارد ایران نمی‌شود. تحت نام اصل چهار ترومن چند از گاو و جوجه و مرغ وارد ایران می‌شود و دیگر هیچ. شما اینجور فرض کنید که آقای دکتر مصدق در عین حال که آدم ملی بود، گمان میکرد در درون سرمایه‌داری اختلاف هست، میتونه از این اختلاف استفاده کنه، پای انگلستان رو از کشور ببره. در حالی که انگلیس ها به نفت ایران نیاز داشتن، صنایع بازسازی آمریکا بازسازی شده، به نفت ارزان احتیاج داشت. Our distinguished guest for this evening is Dr. Lyle J. Hayden. How important is Iran to the West in that case? Well, I consider it is very important because there is a great reserve of oil in that area, and we are interested in the oil reserves. And if Iran should go through a revolution, if some foreign power should take over control of Iran, it's quite conceivable that they could easily take over control of all the rest of the oil-producing area around the Persian Gulf. And that area produces or has as potential reserve some 40% or 60% of the world's reserve oil supply. Which might be needed sometime indeed. چرا رجال ما از واقعیت هایی که در منطقه و در جهان میگذره بی اطلاعات؟ آقای دکتر مصدق بی اطلاع بود. برای که ادامه بتونه بکنه این مقاومت ها و فلان ها، به امریکا، از امریکا تقاضای کمک کرد. امریکایی ها من متاسفانه به خاطر اینکه کم کم مذاکرات با
انگلیس ها که به نتیجه نرسید، امریکا هم رویش برگشت. یه به کمک های دعوت های ایران برای کمک ترتیب اثری امریکا نمیداد. مصدق در راه بازگشت از آمریکا به دعوت ناز باش و نفس راه قاهره می شود. این سفر خطر نشانی است که مصدق برای انگلیس می شود. بسیار که در تلاش برای ملی کردن کار رسو از دستن ایران را الگوی تصمیم برای از مقاومت بر سر منافع ملی خود می کند. نفس وزیر ایران و دستور مشاور دومین مأمورید دولت خود را صادر کرد. برگزاری انتخابات آزاد. انتخابات دوره 17 مجلس آغاز می شود. مردم از انتخابات استقبال می کنند و انتظار دارند مجلسی متفاوت را تجربه کنند. مجلسی که دیگر تحت نفوذ دربار و بیگانه من نیست. اما هنوز رأی‌گیری تمام نشده است که فرمان نخست وزیری برای توقف انتخابات صادر می شود. توی مجلس 17 که دکتر مصدق انتخاباتشو نیمه کاره گذاشته بود به دلیل اینکه دخالت‌های ژاندارمری و ارتش و اینی که از صندوق‌ها تو تمام نقاط کشور اعمال نفوذ می‌کردن و نمایندگان این رو فرستادن به مجلس که طرفدار دربار و دستراسی بودن، دکتر مصدق انتخابات رو متوقف کرد تا بعد از برگشت از لاهه به اصطلاح بتونه یک انتخابات سالمی برگزار کنه. ادامه انتخابات مجلس 17 که مصدق وعده‌اش را داد هیچ وقت برگزار نمی‌شود. خبرهای از گوشه و کنار شنیده می شود که در بین نمایندگان انتخاب شده تعداد حامیان مصدق زیاد نیستند. و از همون آغاز کار مجلس 17 معلوم شد که ماهیت مجلس چیه؟ اختلاف نظر کاشانی و مصدق درباره نحوه برگزاری انتخابات شعله های اختلاف را نشان می‌دهد. در انتخابات مجلس 17 خب بین اعضای جبهه ملی در شهرهای مختلف اختلاف به وجود آمد. خب این زمینه های اختلاف آیت الله کاشانی با دکتر مصدق فراهم کرد. به همین ترتیب میبینیم که بسیاری از عناصر جبهه ملی که در حال در مجلس هم حضور داشتند و به نفع دکتر مصدق در مجلس 16 رأی داده بودند، در جریان انتخابات مجلس 17 در واقع به نوعی زاویه گرفتن و فاصله گرفتن از دکتر مصدق. بعد از افتتاح مجلس بلافاصله رفت آمد و جلسه با آمریکایی ها و انگلیسی ها شروع می شود. رئیس مجلس جدید که عامل دربار است قوام را به عنوان حلال بحران نفتی به آمریکا پیشنهاد می دهد. سفیر آمریکا نیز بعد از ملاقات با قوام او را بهترین گزینه برای جایگزینی مصدق می آورد. انگلیس با این انتخاب موافق است و سفیر خود را برای متقاعد کردن شاه در مورد اصل مصدق مأمور می‌کند. حالا فقط یک بهانه لازم است تا مصدق برکنار شود و این بهانه خیلی زود به دست شاه می‌افتد. اعلی حضرت در اختیاراتی قبلا داشته هم رئیس شهربانی و هم رئیس ژاندارمری و هم رئیس ستاد ارتش و هم وزیر جنگ شاه انتخاب میکرده. حالا دکتر مصدق آمده که از لاهه که برگشت علتی که رفت کنار نشست از لاهه برگشت آمد یکیش همین بود که من آقا قدرت دفاعی ندارم، میخوام کار بکنم در این مملکت، نمیشه. مصدق یک بالاخره دیوان سالار بود، میرزامنش بود. هدفش هم بود که قانون اساسی، چارچوب قانون اساسی مشروطه حفظ بشه. هدفش هم برکناری نظام تغییر نظام مشروطی سلطنتی نبود، ولی معتقد به شاه باید سلطنت کنه نه حکومت. مصدق میخواد فرماندهی ارتش و قوای نظامی در اختیار دولت باشد و نه شاه. اما نیروهای نظامی منبع اساسی اعمال قدرت شاه در کشور هستند. پاسخی که شاه به دکتر مصدق داد بعد از یه جلسه ساعتاً دو سه ساعت مذاکره این بود به پس نظر شما این است که من چمدونم بردارم و از اینا خارج بشم. این برای شاه مهم بود، یعنی اگه او فرمانده کل قوا نباشه یعنی هیچ کاری از شاه بدون درنگ با درخواست مصدق مخالفت می‌کنه.
بر سر قضیه عرض کنم که وزارت جنگ که بین شاه و مصدق اختلاف افتاد، شاه گفت نه قبول نمی کنم، مصدق استعفا داد. کسی نمی داند بعد از این استعفا اتفاقاتی در ایران می افتد که به رویدادی بزرگ منتهی می شود. وقتی که دکتر مصدق استعفا داد، مجلس به معرفی شاه به قوام سلطنه رأی اعتماد داد. قوام بلافاصله پیشنهاد از سرگیری مجدد مذاکرات نفتی را مطرح کرد و آمریکا و انگلیس از این پیشنهاد استفاده کردند. اما این هدفی نیست که ملت ایران برای آن سالها رنج کشیده و خون دل خورده است. قوام سلطنه فکر میکرد که همون قهرمان سال 25-26ه. نمیدانست که وضع عوض شده. حالا سال 31 آیت‌الله کاشانی رأی آورده، رهبری مذهبی جامعه را داره. روز یک شنبه آیت‌الله کاشانی بیانیه‌ای داد علیه قوام سلطنه و مردم رو دعوت به راهپیمایی کرد. باید انصاف داد که بیانیه کاشانی بود که مردم رو روز 30 تیر به خیابون‌ها کشوند. من باید ذکر خیلی بکنم در این مقطع آیت‌الله کاشانی به رغم اختلافاتی که با دکتر مصدق داره، اما اون بیانیه دعوت به جهادی که در واقع مطرح میکنه نقش کلیدی داشته. اراده خلل ناپذیر ملت ایران به فضل الهی بر این تعلق گرفته که به هر قیمتی دست بیگانگان را از ثروت ملی و دخالت در امور دینی و سیاسی این مملکت کوتاه کنند. تهران روز 30 تیر را با سکوتی عجیب آغاز میکند. کارخانه‌ها، اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها دست از کار کشیدند. با دعوت آیت‌الله کاشانی، اصناف، بازاریان و گروه‌های مختلف مردم و حتی حزب توده دست به دست بیرون می‌آیند و تظاهر می‌کنند. تمام شهر یک پارچه، عرض کنم که شلوغ. مردم با شور و هیجان در واقع به طرف میدان بارسلونا رفتند. پایتخت به مدت 5 ساعت در هر جمعه شروع شد و جمعیت مدام شعار می‌دهند مرگ بر قوام، زنده باد حسن. قوام نیز با هماهنگی شاه اقدام به سرکوب جهان. در جلوی مجلس تیراندازی بسیار شدید بود و در اثر تیراندازی شهید می شدن. یه نفر دو نفر کشته شده بودن، یکی مغزش دهان شده بود، برای تخته گذاشته بودن تو جمعیت بود. یه نفر از بچه های اونجا تظاهرات می کرد تیر خورد و عرض کنم که با خون خودش رو دیوار نوشتش که با خون خود نوشتم یا مرگ یا مصدق. جاهی ای قوم فرومانده، فراخی فراخی زین مهلکه ظلم، رهاخی رهاخی. تا ظهر اون روز جنگ مغلوب شد. در بعضی جاها ارتش به مردم پیوست، مثلا در جلوی مجلس بعضی از افسرانی که رو تانک‌ها نشسته بودن بیرون اومدن به مردم پیوستن، مردم ریختن رو تانک‌ها. در حال تا حدود ساعت 1:30 جنگ مغلوبه شد، قوام سلطنه استعفا داد، مصدق دوباره از طرف مجلس دعوت شد، رأی اعتماد گرفت، کار خود شروع کرد و که بعدش هم شد 30 تیر شد روز قیام ملی. تعیین وزیر جنگ با اختیار انتصاب رئیس ستاد مشترک ارتش به عالی‌ترین مقام نظامی است به مصدق واگذار و برای نخستین بار پیوند خاندان پهلوی و نیروهای نظامی. فردای قیام 30 تیر دیوان بین‌المللی لاهه‌ها
مطابق نظر ایران صادر و رسیدگی به قضیه نفت را در صلاحیت خود نمی‌دانند. به دلیل که اختلاف یه شرکت و یه دولت دیوان صالح برای رسیدگی نیست. فیتیل هم در واقع یکی از مقاطعی است که در ارتباط هست با تلاشی که دولت انگلیس و دربار کرده بودند برای حذف دکتر مصدق. همه زمین‌ها فراهم شده بود که در حال دکتر مصدق در واقع به کارش ادامه نده و قوام که در واقع یک مهره انگلیسی شناخته شده و سابقه دار در ایران بود جایگزین بشه. مصدق با پیروزی دوگانه در دادگاه لاهه و سیتیر یک تازه‌های خود را آغاز او سلسله از ضربات اساسی را به شاه می‌دهد. بودجه ارتش و دربار را کاهش می‌دهد. بیش از 100 افسر ارشد را بازنشسته می‌کند. مجلس سنا به دستور او منحل می‌شود و اشرف خواهر دوم شاه را که در حال دسیسه چینی است مجبور به ترک کشور می‌شود. درخواست اختیارات هم آخرین تیر مصدق برای رسیدن به اوج قدرت. درخواست اختیارات دکتر مصدق از مجلس با مخالفت‌های فراوانی روبرو شد. هم مخالفت‌هایی در میان مخالفین علل اطلاق دکتر مصدق و ملی شدن نفت، هم در میان دوستان و هواداران ملی که بعضیا با این اختیارات مخالفت کردند. منظور از اختیارات اصلاح قوانین و یا وضع قانون جدید توسط دولت بدون نیاز به تصویب مجلس است. در حقیقت روند امور با خصوص تقاضایی که دکتر مصدق برای گرفتن اختیارات از مجلس درخواست کرد با مخالفت اعضای از خود جبهه ملی مواجه شد و بقایی و مکی و حاجی‌زاده و عبدالقدیر آزاد و کریمی و زهری که از اعضای جبهه ملی بودند در مقام مخالفت با مسئله دادن اختیارات برآمدند که البته این شکاف بسیار گسترده تر شد. آیت الله کاشانی سرسختانه مخالف این اختیارات برای دولت است و آن را مغایر قانون اساسی و نوعی دیکتاتوری می داند. اما مجلس در نهایت لایحه اختیارات را تصویب می کند. دکتر مصدق به عنوان یک قانون مدار چرا تقاضای اختیارات یک سال و شش ماهه می کنه؟ چرا می کنه؟ اختیار قانونگذاری مال مجلسه. مجلس حق توکیل نداره. حق نداره این اختیارشو به کسی شخص واگذار کنه. اصلا مشروطیت برای این به وجود اومده که نگن هر عیب که سلطان بپسندد تونر است. هر چیزی که آقای دکتر مصدق امضا کنه قانونه. آمریکایی‌ها که نتوانسته بودن با خواست مردم ایران مقابله کنند، سعی می‌کنند تا حمایت لفظی از مصدق را ادامه دهند. سفیر آمریکا در تهران به مصدق می‌گوید آمریکا از طریق راه‌های مختلف در حال کمک به ایران است. اما دولت مردان آمریکا و انگلیس به نتیجه رسیدند که هیچ راهی برای برکناری مصدق از طریق قانون وجود ندارد. آمریکا که متوجه میشه که نمیتونه هیچ گونه مصالحه انجام بده که منافع خود تعیین بکنه، نقش مدیریت کار داره. وقایع سی تیر 1331 نشان داد که بقای مصدق تا حد زیادی به حمایت آیت الله کاشانی از او بستگی داره. با این همه اما امتیازاتی که دولت مصدق بعد از سی تیر به دست آورد تنها یک روی سکه است. آن روی سکه اتفاقاتی در حال روی دادن است که همچون سمی مرگبار در بدن خسته ملت اثر می کند. در شرایطی که مصدق همچنان به کمک مالی آمریکا امیدوار است، عمر دولت ترومن به پایان می رسد و نه تنها خبری از کمک نمی شود بلکه تحریم ها نیز ادامه پیدا می کند. دولت امریکا نسبت نه فقط به ایران، کلن در دوران جنگ سرد نسبت به حکومت های ملی نظر خوشی نداشت. در مورد دولت‌های اسلامی هم همینطور بود. از احساس دینی مسلمان‌ها علیه کمونیست‌ها استفاده می‌کردند، ولی به دولت‌های اسلامی اعتماد نداشتند در دوران جنگ سرد. با وجود بدعهدی ترومن، مصدق این بار برای آیزنهاور رئیس جمهور جدید آمریکا نامه‌ای می‌نویسد. از دولت آمریکا می‌خواهد یا تحریم‌ها را پایان دهد یا کمک‌های اقتصادی وعده داده شده را به ایران برساند. آیزنهاور جمهوری خواه هم فرقی با ترومن دموکرات ندارد و درخواست نخست وزیر ایران را رد می‌کند. مصدق زمانی جواب آمریکا را دریافت می‌کند که طرح کودتا علیه او قطعی شده است. طرح علیه دولت مصدق رو
تر کودتا رو انگلیس ها MI6 آقای سرهنگ وودهاوس مأمور برجسته اینتلیجنس سرویس طرح رو نوشت، بعد رفت به آمریکا به اطلاع برادران دالس رسون، جان فاستر دالس و آلن دالس که یکی وزیر خارجه بود و یکی رئیس CIA، و بعد طرح به تایید آیزنهاور رسید. آمریکا و انگلیس زمان زیادی رو برای برکناری مصدق از طریق شاه و مجلس از دست دادند و بعد از وقایع 30 تیر مطمئن هستند که برکناری مصدق تنها از طریق کودتا امکان پذیر است. این دو کشور سرمایه های خود را روی میز میگذارند تا برای سرنگونی دولت ملی مصدق هزینه شود. مهمترین مأموریت ایجاد و هدایت شبکه‌ای است که بتواند اطلاعات دقیقی از اوضاع داخلی ایران ارائه دهد و حوادث سیاسی را به سمت هدفی مشخص هدایت کند. شاپور ریپورتر عامل سرویس اطلاعاتی بریتانیا و متخصص عملیات روانی با پوشش وابسته مطبوعاتی سفارت آمریکا در تهران رهبری این شبکه آمریکایی انگلیسی را بر عهده دارد. این شبکه پیش از این هنگام ورود هریمن به ایران آشوبی را ترتیب داد تا هراس نفوذ کمونیست‌ها در ایران را ایجاد کند. این شبکه با پرداخت پول از روزنامه‌های ایران می‌خواهد که ضد مصدق مطلب بنویسند و کاریکاتور چاپ کنند تا به اختلافات جبهه ملی دامن بزنند. آمریکا به دنبال پیدا کردن راهی برای انتقال پول به همراهانش داخل ایران است. برای این کار بهترین گزینه خانواده تاجری هستند که از گذشته با MI6 همکاری نزدیکی داشتند. برادران رشیدیان بیش از 10,000 پوند به ایران وارد می کنند و در اختیار سیاسیون و روزنامه نگاران قرار می دهند. یار همراه این سه برادر هم اشرف پهلوی است که مصدق بعد از 30 تیر تبعیدش کرد. عوامل داخلی مثل برادران رشیدیان و خود دربار و دربار پهلوی و اینا همه دست به دست هم دادن. بعضی از روحانیون و مثل آیت الله بهبهانی که چمدون های دلار تو خونه اون گشوده شد و تقسیم شد تو ارازل و اوباش دست جاتی مثل شعبونی گفت تاییم. قانون اصلی قدرت برادران رشیدیان عده‌ای از بازاریان تهران و زورخانه ها هست. ارتباط رشیدیان با زورخانه ها از طریق دو لوکی پرآوازه شکل می گیرد، شعبان میمخ و طیب حاج رضایی. کار دیگر که باید انجام شود دیدارهای منظم با شخصیت های سیاسی بانفوذ و روحانیان درباره است. از ارنست برون دوست دوران کودک شاه گرفته تا آخوند حسن امامی که از شاه مقرری پیشه می گیرد. برادران رشیدیان پروژه مهم دیگری نیز دارند، ایجاد اختلاف و جدا کردن کاشانی و مصدق از یک دیگر. پیش از ضربه خارجی ضربه از درون خودمون خوردیم. عوامل استعمار، استبداد داخلی، جاسوس ها، اونها به دکتر مصدق میگفتن اینها جوانهای پرشور و تروریست هستند، باید از اونها بپریم. من که خودم در این میان میخواستم بین اینها تفاهم ایجاد کنم، دیدم نمیشد. باز خصومت، باز موضع گیری. به سرودی اطرافیان دکتر مصدق هم شروع کردن با هم دیگه دعوا کردن. موقع انتخابات رئیس مجلس با هم دعوا کردن، در جاهای دیگه با هم دعوا میکردن، با هم سر سازگاری نداشتن، هر کدوم یک نوع تیز داشتن. خود این بزرگترینش هم اختلاف بین کاشانی و مصدق بود. تا 30 تیر کاشانی از مصدق حمایت کرد، ولی تدریجا چی شد؟ شبکه دیگر انگلیس درون نیروهای مسلح ایران. این شبکه نظامی هوادار انگلیس از کارکنان قدیمی ارتش تشکیل می شود و MI6 به لطف این شبکه نظامیان وفادار به خود را به خود می شود. مصدق هم بیکار نمی ماند و سفارت انگلیس در ایران را به علت دخالت در امور داخلی رسما تعطیل و پس از آن با خبرنگاران گفتگو می کند. با این وضع اگر ملت ایران با دولت انگلستان قطع روابط کرده، علایق و روابط دیرین خود را با ملت انگلیس همچنان حفظ خواهد کرد و یقین دارم که میلیون ها افراد انگلیسی با مردم حق پرست دیگر دنیا به حقانیت مبارزه عمیق ملت ایران
واقف و آگاهند و می دانند که ما نیم قرن تمام مورد ظلم و ستم کمپانی استعماری سابق قرار گرفته بودیم. با بسته شدن سفارت انگلیس رفت آمد و به خانه دوم برای کودتا رونق می گیرد و سفارت آمریکا عهده‌دار ادامه ماموریت می شود. نقشه را اصلش انگلیس ها ترک کردن و انگلیس های نقشه را به امریکایی ها فروختن، ولی اجرای کودتا را امریکایی ها مبتکرش بودن. اما مصدق همچنان به کمک امریکا امیدوار است و حتی در مصاحبه با خبرنگاران درخواست خود از امریکا را تکرار میکند. اکنون پس از قطع رابطه دولت ایران برنامه اصلاحات داخلی و رفورم‌های اساسی اجتماعی خود را تعقیب میکند و از تمام ملل شرافتمند جهان خصوصا از ملت نجیب و نوپرور امریکا همه گونه کمک مادی و معنوی برای نیل به هدف نجات ملی خویش را انتظار دارد. در اون تاریخ به نظر من دکتر مصدق تصورش برای اون که میتونه از امریکا کمک بگیره. من البته خودم خیلی موافقی نیستم شخصا، اما دارم میخوام بگم او با چه نگاهی میگه. اما بیش از 100 افسر آمریکایی در ژاندارمری، نیروی هوایی و نیروی زمینی ارتش ایران در قالب ماموریت مستشاری ارتباطات خود را دارند و تنها در یک سال بیش از 300 افسر نظامی ارتش ایران را برای آموزش به آمریکا می‌فرستند. اجرای برنامه جاسوسی هم بر عهده کارشناسان آمریکایی به بهانه اجرای اصل 4 ترومن. اقدامات آمریکا و انگلیس با تشدید اختلافات رهبران ملی نفت ایران تکمیل می‌شود. مصدق به جای جلوگیری از اقدام بیگانگان تعدادی از نمایندگان مشارکت در قتل به این بهانه نخست وزیر ایران با تصمیم عجیب پایه‌های لرزه در آقای دکتر مصدق میاد چیکار میکنه؟ میاد میره پیش شاه، از شاه درخواست میکنه فرمان انحلال مجلس رو بده. شاه زیر بار نمیره، از مجلس درخواست میکنه سلب مسئولیت کنه از دکتر بقایی و مکی و حائری‌زاده و اینهایی که مخالف دکتر مصدق شدن عضو جبهه ملی. مجلس زیر بار نمیره، میگه مجلس رو منحل میکنم. همه پرسی برای انحلال مجلس نه تنها گره ای از کار مصدق باز می‌کند، بلکه تبدیل می‌شود به برای اقدام نهایی در این استبداد و استیلای خارجی. خوب فهمیده بودن که این محتاج به اونه، اونم محتاج به اینه و یک دفعه بار دیگر در تاریخ ایران ثابت شد که با اون که استبداد ریشه 2500 ساله داره و مهمترین دشمن ما و اساس ما هست، این بدون پشتیبانی استیلای خارجی نمیتونه موفق بشه. محاله. هرمیت روزولت مأمور سیاهی از آمریکا میاد. پرسمان فرمانده او با شاه دیدار میکنه و قرار هم به تو با میتنید. پس از تفکر زیاد نقشه‌ای کشیدیم اون موقع که اگر فرمان قانونی پادشاه مشروطه ایران دولت وقت اجرا نکند، با ترک کشور مردم ایران را مختار به اتخاذ رویه مطابق میلشون بکنند. 25 مرداد شاه از ایران خارج می‌شود و قبل از رفتن فرمان نظم مصدق و نصب نخست وزیر زمین را به روزولت می‌رسد. جزئیات این فرار رو ثریا در کاخ تنهایی نوشته که حتی من فرصت نکردم جوراب پام بکنم. شاه با عجله من سوار هواپیمای اختصاصی کرد، رفتیم بغداد. اما قضایه آنگونه که برنامه ریزی شده بود پیش نمی رود. ساعت 11 شب نصیری با تانک ها میره به خانه دکتر مصدق که این رو ابلاغ بکنن.
خب معلومه شما ابلاغ عزل نخست وزیر ساعت 11 شب با تانک بخواید بدید، معلومه دکتر مصدق نپذیرفت. همونجا سرهنگ نصیری دستگیر میکنن و نیروهای گارد که دو تا کامیون بودن خل اصلاح میکنن. صبح اعلام میکنن که دیشب میخواسته کودتا بشه. با اعلام خبر کودتا همه شهرهای ایران با شوک کشیده میشن و با پایین کشیدن مجسمه رضا شاه شعار به نفع جمهوری خواهی برای انگلیس و آمریکا سرکوب میشه. جامعه در اون 3-4 روز در این حالت بلا تکلیفی قرار گرفت. شاید اگر بشود ایراد بگیریم به مصدق اینه که چرا در اون چند روز نیامد برای مردم صحبت بکنه، به مردم بگه چی کار بکنید. مصدق رهبر جنبش ملی بود، نخست وزیر بود، ولی در این حال رهبر هم بود. رهبر باید رهبری کنه. وقتی چنین حادثه بزرگی پیش میاد نباید مردم به حال خودشون رها کرد. یه شخصیتی که باشه رهبری نیروهای حزب توده به جبهه ملی رو به دست بگیره مثل آیت الله کاشانی وجود نداشت. مصدق برای جلوگیری از هر جمعه رسما انجام هر گونه تظاهرات رو ممنوع اعلام کرد. اما اونا دستبردار نبودن، برنامه خوش میدانو دادن. اونایی که وارد شده بود بین ارتشی ها و کمانداران پخش میشن و با فرمان روزبه از صبح روز 28 مرداد تظاهرات ضد مصدق آغاز میشوند. در مورد تعداد مامورین مطمئن نیستم 6 نفر بودن یا 8 نفر، ولی پول گمان میکنم حدود 700 یا 800 هزار دلار موجود داشت که از این مبلغ در تمام دوره اجرای عملیات حدود 10,000 دلار خرج شد. جمعی که در واقع از فواحش در واقع کاملا مشخص بود، از همین شهر نو اون کارگر آمده بودن و یه عده‌ای که در حال اصلی دستشون بود شعارهای علیه دکتر مصدق میدادن و به نفع شاه میدادن. مجموعه این چیزی بود، من خودم شاهد بودم، ولی در واقع مجموعه اسناد تاریخی نشون میده که با حداقل هزینه سیایه توانست با کمک پایگاه‌های تاریخی انگلیس، استعمار انگلیس و دربار بتوانند در واقع این کودتا رو به ثمر برسونند. می‌خوایم بگیم برای اجرای عملیات در این سطح فقط 6 یا 8 مأمور و 10,000 دلار کافی بوده. خب عده‌ای از مردم ایران کار انجام دادند و تنها چیزی که احتیاج داشتن حمایت و تا حدی راهنمایی‌های حرفه‌ای بود. تظاهر کنندگان به خانه نخست وزیر حمله می‌کنند و مصدق پس از چند ساعت مقاومت مجبور به ترک خانه می‌شود. CIA فرد جایگزین مصدق را هم انتخاب کرده است. فضل‌الله زاهدی وزیر سابق کشور که 2 سال قبل و همزمان با ورود هریمن تهران به دلیل آشوب‌های ایجاد شده با حکم مصدق عزل شد. با فرار مصدق از خانه خود، زاهدی که در سفارت آمریکا پنهان شده بود رسما اعلام نخست وزیر. من اون روز خیلی کسل و افسرده از خیابون برگشتم تو منزل و پای رادیو، صدای رادیو بلند شد، هیاهوی از پشت رادیو، سر صدای قیل و حال و فلان اینا. بعد بالاخره یکی شروع کرد با یه صدای نخراشیده خیلی کریهی، الو الو، پشت رادیو حالا داشت میگم از که با تلفن داره صدا میکنه، الو الو، اینجا تهران است، مردم خبر بشارت آمین، خبر بشارت آمین، چند دقیقه دیگر جلوشگر زاهدی نخست وزیر پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند. مردم شهرستان های ایران بیدار شاه باشید، مصدق خائن فرار کرده است. هزاران نفر در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل رفته. این ملت سیه تیر نیستن که بریزن تو خیابون بگن از جان خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم یا مرگ یا مصدق. بیهوده مزن داد، مصدق پدر ماست، این فرد مبارز پدر و تاج سر ماست. این ملت و ملت نیست.
به همین جد دکتر مصدق باید تلنگر سقوط کرد. یه تلنگر زدن. کاری نکردن. 5 تا تانک اومده، چند تا کامیون هم آدم از جنوب شهر اومده دکتر مصدق ساقط کرد. بالاخره دکتر مصدق به نظر من با اون تجربه و دانش سیاسی که داشت باید اینو پیشبینی میکرد. به هر قیمتی نباید میذاشت کودتا علیه دولتش میشد. پایان این اتفاقات بیشتر از همه کام مردمی را تلخ کرد که از ابتدای نهضت ملی با امیدهای فراوان به مقابله با تمام مشکلات رفته بودند. مردمی که در صحنه‌های مختلف خلأ، مقابله با تحریم و از همه مهمتر قیام ملی 30 تیر حاضر شده بودند. مردمی که خون داده بودند، داغ جوان دیده بودند و مبارزه کرده بودند تا نخست وزیرشان را یاری کنند. مردمی که نخست وزیرشان را در قامت می دیدند که تحقق آرزوهایشان با او گره خورده است. به همین جهت نگاه میکنیم میبینیم که مرحوم دکتر مصدق در این حال آدم ملیه، آدمی وطن دوسته، اشتباه انجام داد. به خیلی از بزرگان گفتم اشتباه دکتر مصدق که نمیشه کتمان کرد، ولی اشتباه یک نخست وزیر به چه قیمتی تمام شد؟ به قیمت 25 سال دیکتاتوری محمد رضا شاه. فاصله گرفتن رهبر سیاسی جبهه ملی از رهبر مذهبی مردم و خوشبینی در سیاست خارجی باعث می شود تاریخ به صورتی ورق بخورد که استبداد و استعمار تا 25 سال بعد از کودتا جان خسته ایران را آزار دهد. بعد از کودتای 28 مرداد یکی از قضات دیوان عالی آمریکا گفته بود که ما بر علیه دولت ملی ایران کودتا کردیم و اون دولت رو براندازی کردیم و دولت دست نشانده خودمون رو اونجا به قدرت رسوندیم، ولی دیگر پس از اون هیچ وقت در خاورمیانه از آمریکا به نیکنامی یاد نشد. سردردان عزیز وطن، با چشمان باز و بیدار مراقب سردرشت خانه فنسال خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز به زشتی یاد کنید.